آدینه اول آبان ماه 1394 خورشیدی برابر است با 23 ماه اکتبر 2015 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید. امیدوارم فرصت داشته باشید که در طی این 50 دقیقه که برنامه من وقت برنامه من هست با من باشید و با مهمان ارجمند برنامه امروز، آقای دکتر منصور فرهنگ. مسائلی که مطرح هست امروز در رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری، نوشتاری، مهمترینش یکی مسئله حضور خانم کلینتون در یک جلسه بازجویی در یک توسط یک کمیته مأمور رسیدگی به حادثه بنغازی است. مسئله و عمل کرده ایشون که در این مورد با آقای منصور فرهنگ صحبت خواهم کرد و نظرات ایشون رو جویا خواهم شد، ضمن اشاره به اونچه که مطرح کردن تحلیلگران دیگر. موضوع دومی که مطرحه و تا الان که من با شما صحبت میکنم، تمام رسانه های فارسی زبان بخش اعظم برنامه شون رو تخصیص دادن به نظرخواهی از صاحب نظران در مورد نامه اخیر آقای خامنه ای به آقای روحانی و جوابیه ایشون. موضوع دیگه، موضوع کشته شدن یک سرباز یا یک نظامی امریکایی هست در عراق، در حمله‌ای که به داعش شده بود، که داعش قرار بود، یعنی طبق این روالی که داره و با بوق و کرنا از فضای مجازی استفاده میکنه که جنایتهاش رو به نمایش بگذاره، قرار بود که 70 نفر رو که گفته میشد که کرد هستن به اصطلاح گردن بزنه. حمله‌ای که کردن نظامیان عراقی و با پشتیبانی دلتا، اون گروه دلتا که از زبده ترین نظامیان امریکا هستند، و در این حمله‌ای که شد، که البته طبق روالی رو که اوباما از روز اول پیش گرفته و طی 4 سال گذشته هیچ نظامی کشته نشده در این برخوردها، این نظامی جان خودش رو از دست داده و این رو عده‌ای به عنوان عدم ادامه سیاست آقای اوباما و وارد نشدن به صحنه‌های مقابله مستقیم و به قول امریکایی‌ها نرسیدن کفش یا پوتین سربازان امریکایی به روی زمین کشورهای دیگه برای شرکت در این مسائل هست. این موضوع که البته آقای کارتر وزیر دفاع امریکا مسئولیتش رو به عهده گرفت، مسئله است که الان راجبش داره صحبت میشه و گفته میشه که این گروهی که الان در عراق هستند و امریکا بسیار نگران پیشروی های داعش هست در سوریه و در عراق، اقدامی بوده که باید صورت میگرفته برای اینکه امریکا لااقل در عراق پشتیبان و همراه مبارزان کرد هست. در سوریه ما میبینیم که سیاست دیگری رو امریکا پیش گرفته و با حالا توافق پشت پرده یا اون چرا که در ظاهر میبینیم، قرار شده که یک اقداماتی بشه که برخوردی بین هواپیماهای امریکایی و روسی در هوای سوریه صورت نگیره، که این رو عده‌ای به عنوان نوعی بازی سیاسی و ساخت و پاخت بین این گروه، این دو کشور به ظاهر مخالف با هم دیگه و سیاست‌های آقای پوتین و آقای اوباما میدونن، خورده میگیرن به این کار. عده‌ای هم میگویند که این به هر حال مسئله است که داره پیش میره. کشداری که بمباران‌های روسیه در سوریه داره انجام میده، مسئله است که
نظر عده زیادی رو جلب کرده. مقامات روسی کماکان انکار میکنن که به غیر نظامیان لطمه زدن، تعداد زیادی غیر نظامی کشته شده، جانش رو از دست داده و این رو دیگه به صورت رسمی هم اعلام میکنن، گروه هایی رو که اونجا درگیر هستن. و گفته میشه که این بمباران های اخیر روسیه باعث شده که حدود 1 میلیون نفر بیشتر از مردم بیچاره و بیپناه سوریه آواره بشن، به فرار کنن از مملکتشون، خونه و زندگی رو رها کنن و برن. و در نتیجه اونچه که الان شاهدش هستیم این نگرانی بزرگی است که برای کشورهای اروپایی در رابطه با اسکان دادن این آوارگان باش روبرو هستن. خب اجازه میخوام که برم و مستقیما صحبت تماس بگیریم ما با آقای دکتر منصور فرهنگ در نیویورک و بنشینیم پای صحبت های ایشون. خب بینندگان گرامی، روی خط اسکایپ ما آقای دکتر منصور فرهنگ هستن. خوشحالم خدمتتون بگم که امروز بار دیگر این فرصت دست داده که از اطلاعات ایشون، از اظهار نظرها و طرز برداشتشون از مسائل مختلف در مورد کشورمون و مسائلی که در امریکا هست استفاده بکنیم. و این رو باید بگم که بسیاری از شما بینندگان عزیز که مرتب با من تماس میگیرید با ایمیل و از طریق تلفن و غیره و میخواید که ما بیشتر در خدمت آقای منصور باشیم، گرفتاری هایشون زیاده. همین هم که لطف میکنن و گاهگاهی با ما هستن برای من واقعا مغتنم هست. آقای دکتر سلام میکنم خدمتتون. سلام بر شما، خیلی متشکرم از دعوتتون و سلام به بینندگان عزیز. دکتر فرهنگ، اول میخوام شروع بکنم صحبت رو راجع به جلسه دیروز، جلسه 11 ساعته به قول امریکایی ها گریل کردن یا کباب کردن خانم هیلاری کلینتون. بازتاب این رو به چه صورت دیدید و این کاری رو که جمهوری خواهان کردند رو تا چه حد به نفعشون میبینید، تا چه حد به نفع خانم کلینتون میبینید؟ نحوه رو که اداره کرد به اصطلاح پاسخگویی رو راجع به آرامش و موقر بودن و تمرکز حواس او صحبت شده، راجع به عرض کنم حضورتون که پاسخگویی به سوالات و تمام این نکات که اگر لطف کنید بپردازید بهش ممنون میشم. اولین نکته ای که با ایرانی ها باید در نظر بگیریم وقتی با این نوع مناظره ها و این نوع درگیری های سیاسی روبرو میشیم اینه که این اتفاقات در تاریخ آمریکا بی سابقه نیست. و اگر تاریخ آمریکا رو مطالعه بکنیم از آغازش این نوع درگیری ها و این نوع رقابت ها وجود داشته و این در ماهیت دموکراسیه. یعنی وقتی آزادی بود و رقبا برای تضییع همدیگه و یا تغییر تصویر همدیگه در افکار عمومی وارد مبارزه شدن، از سخن، از به طور کلی این نوع اتهاماتی رو که ما شاهدش دیروز بودیم استفاده میکنن. این چیز غیر مترقبه ای نیست، منتها در این مورد خاص چون خانم کلینتون وزیر خارجه بود و در دوره وزارت او این فاجعه در لیبی اتفاق افتاد، دموکرات ها که حمایتی که از او میکردن در واقع تصور کلی و بینش دموکرات ها این بود که خانم کلینتون میتونه نامزد ریاست جمهوری آمریکا از طرف حزب دموکرات باشه و برای اولین بار با شانس بالای موفقیت یک زن در این مبارزه برای عده زیادی از دموکرات ها جذاب بود. اینه که حمایت از او در این سالهای اخیر بسیار وسیع بود در حزب دموکرات. جمهوری خواهان برای اینکه
این رقابت رو، این چالش رو از بین ببرن، میخواستن تصویر خانم کلینتون رو در افکار عمومی آمریکا تضعیف بکنن و تأکید رو بذارن روی این تصور که او قابل اعتماد نیست. و وقتی ما به اینجا میرسیم، در واقع کسانی که در سنجش افکار عمومی، در تجزیه و تحلیل افکار عمومی، در پذیرفتن اتهاماتی که ممکنه یک فرد به فردی زده بشه در افکار اون، این در این در آمریکا به صورت یک علم در اومده و این علم ریشش در تبلیغاتی است که ما در جهان اقتصاد و کالا میبینیم. در واقع همون تکنیک ها که امروز واقعا علمی و خیلی سیستماتیک شده، وارد جهان سیاست هم شده و این انقلاب اطلاعاتی هم که وجود اومده، مسائل رو بیش از هر زمان دیگری در دسترس آنی همه قرار داده. بنابراین حزب جمهوری خواه میخواست از فاجعه بنگازی استفاده بکنه و خانم کلینتون رو مسئول این فاجعه قلمداد بکنه و با مطرح کردن نکات و مواضعی که او در اون مدت گرفته بود و اختلافات و یا تضادهایی که در این تضاد وجود داشت، اعتماد افکار عمومی نسبت به او رو کم بکنه و تا حدودی هم موفق شده بودند. برای اینکه وقتی یک اتفاقی چنین اتفاقی میفته، چه دموکرات باشه چه جمهوری خواه باشه، من به عنوان یک واقعیت میگم، همیشه دولتی که سر کاره میخواد این اتفاق رو طوری جلوه بده که پیامدهای منفی اون برای اون دولت به حداقل برسه و یا وجود نداشته باشه. بنابراین در اون دوره حرفای ضد و نقیض زدن برای اینکه مسئولیت دولت رو محدود کردن چیز غیر مترقبه نیست در تمام اتفاقاتی که میفته در کشورهای دموکراتیک. منتها همیشه در نظر داشته باشیم که باز این نکته برای ما ایرانی ها مهم باید باشه که همیشه در جهان سیاست بین مواضعی که یک سیاستمدار برای مدعوین عام میگیره، سخنانی که برای به اصطلاح افکار عمومی مطرح میکنه و انگیزه های او، در موارد اکثریت بزرگ موارد شکاف است. منتها در کشورهای دموکراتیک به دلیل آزادی مطبوعات و به دلیل اینکه این نوع شکاف ها رو میتونن مورد سوال قرار بدن، این شکاف محدوده و اگر بخواد زیاد باشه میتونه به ضرر این سیاستمداران تموم بشه. در کشورهای استبدادی این شکاف ها وسیعه، با دروغ های بزرگ توامه، ولی چون آزادی مطبوعات نیست، خیلی سخته که بشه اینها رو برای افکار عمومی افشا کرد. بنابراین جمهوری خواه ها میخواستن از همین دوگونه صحبت کردن ها، ضد و نقیض هایی که اجتناب ناپذیره در این مراحل بعد از فاجعه مثل فاجعه بنغازی، استفاده بکنن و تصویر منفی از خانم کلینتون در برابر افکار عمومی قرار بدن. اتفاق عجیب و غریبی که افتاد این بود که این فردی که قرار بود سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا بشه، بدون اینکه توجه داشته باشه، اومد در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت که هدف کمیته بنگازی این بوده که ما مقبولیت خانم کلینتون رو در افکار عمومی تقلیل بدیم. آقای دکتر، اومد برای اولین بار یک راستگویی در دنیای سیاست میتونه مشکلات عظیمی ایجاد بکنه و این درستگویی او که بر ناخواسته از زبانش جاری شد، باعث شد خودش به عنوان کاندید سخنگوی مجلس نمایندگان شدن حذف بشه و به طور کلی برنامه کمیته بنغازی رو که هدفش به اصطلاح ایجاد مشکل برای خانم کلینتون بشه، با مشکل روبرو بکنه. بنابراین دیروز در این چارچوب کلی بود که این گفت و شنود بین خانم کلینتون و نه عضو کمیته بنغازی مطرح شد و هدف اصلی این بود که بتونن اون رو در موضعی بذارن که کنترل خودش رو از دست بده
و رفتاری داشته باشه، زبانی به کار ببره که در واقع برای کسی که میخواد رئیس جمهور بشه شایسته نیست. و در مناظرات سیاسی، حالا چه در آمریکا باشه، در هر کجای دیگه ای باشه، خصوصا مناظرات سیاسی بین کاندیداهایی که میخوان به افکار برای افکار عمومی جذابیت داشته باشن، کنترل داشتن روی فکر و ذهن و اعصاب و رفتار شخص نقش بسیار مهمی ایفا میکنه در این که چه نوع به اصطلاح برداشتی مردم از او دارن. و در این مورد خانم کلینتون نه تنها به سوالات جواب داد، جوابهایی که قبلا هم داده بود، ولی بسیار جالب و مهم بود که در طی این 9 ساعت و نیم هیچ کنترل از خود، وقار خودش رو حفظ کرد، کنترل خودش رو حفظ کرد. و دموکرات‌ها هم با استفاده از افشاگری ناخواسته یکی از رهبران جمهوری‌خواه از فرصت استفاده کردند و گفتند که در واقع هدف از این سوال و جواب بین خانم کلینتون و کمیته بنغازی ارتباطی به کشف واقعیت این که چه اتفاقی میافتاده و چگونه میشه در آینده از اون جلوگیری کردن نبوده، بلکه تضعیف شخصیت و اعتبار سیاسی خانم کلینتون بوده که به نظر من با شکست مواجه شدن و خانم کلینتون با موفقیت کامل این سوال را تو پاسخ داد و وقار و کنترل روی اعصاب و رفتار و گفتار خودش رو حفظ کرد. خیلی متشکرم. آقای دکتر فرنگ، اشاره‌ای که کردین، آقای کوین مکارتی که قرار بود رئیس مجلس نمایندگان بشه، به اصطلاح یا اسپیکر یا سخنگوی مجلس نمایندگان بشه، آمد و گفت که این کار رو نمیخواد و ضمناً طی اون صحبت اینو مطرح کرد. مناظره ای رو که CNN ترتیب داد در لاس وگاس، برندش طبق اظهار نظرهایی که شد خانم کلینتون بود. بعدش صحبت هایی رو که آقای مکارتی کرده بود، حالا یا قبل یا بعد از اون، شد 2 پوان برای خانم کلینتون. سومین شانسی که خانم کلینتون آورده تا الان اعلام انصراف ورود به مبارزات انتخاباتی توسط آقای جو بایدن بود. و حالا چهارمین قضیه هم به این صورت که ما دیروز شاهدش بودیم پیش آمد که این 4 تا عامل رو میشه گفتش که فوق العاده کمک کرد به خانم کلینتون و به خصوص به گفته بعضی از ناظران چهره ای رو که دیروز هیلاری کلینتون از خودش نشون داد، خیلی از خصوصیاتی رو که او داره و توانایی رو که داره به نمایش گذاشت و اینها همه میتونه برای خانم کلینتون پوانای مثبت باشه. ولی دیروز یک اظهار نظری رو که آقای گرگن کرد، نمیدونم شنیدید یا نه، گرگن یه جمهوری خواهی است که با حزب دموکرات، در حزب دموکرات و کابینه‌های مختلف مقامات خیلی بالایی رو داشته. او گفت که در تمام طول تاریخ امریکا هرگز نشده بود که یک مقام سابق رو این طور بهش حمله بکنن و بیرحمانه بخوان که یه حالت انتقام جویی رو به نمایش بگذارن. چیه نظرتون؟ حتی من یادمه، من اینجا بودم در دورانی که این بازجویی ها در مورد اون جریان آقای نیکسون مطرح بود و هر روز از صبح تا شب تلویزیون‌های آمریکا، نمیدونم اون موقع جناب علی اینجا تشریف داشتید یا نه، از صبح تا شب جلسات بازجویی از افرادی رو که در اون افتضاح شرکت داشتن به نمایش می‌گذاشتن. اونجا هم تا اونجایی که من یادم میاد هرگز یک چنین حملات مستقیم و خشمگنانه‌ای رو من یادم نمیاد که دیده باشم. چیه نظرت؟ در مورد یک مقام رسمی، بله، البته در حال حاضر خصوصا در این 10 سال گذشته شکاف ایدئولوژیک بین 2 حزب در آمریکا عمیق‌تر شده. یعنی همکاری بین 2 حزب در مجلس سنا یا مجلس نمایندگان آمریکا بسیار بسیار محدود شده. ولی اگر ما برگردیم، ما اینجا نبودیم، ولی در دهه 50 در دوره مکارتیزم که واقعا در اون دوره هم یک
چنین اتفاقاتی در آمریکا میافتاد، این شخصیت‌هایی که مورد سوال قرار می‌گرفتن مقام رسمی سیاسی نداشتن، ولی شخصیت‌های بسیار مهم اجتماعی بودن که به اصطلاح وطن دوستی اونها رو مورد سوال قرار می‌دادن، به اصطلاح مکارتیزم که معروفیت داره و در گذشته بوده، ولی به این شکل خصوصا برای اولین بار یک زنی که در چنین موقعیتی قرار داشته مورد سوال و بازجویی قرار بگیره و احتمال کاندیدا شدن او برای ریاست جمهوری اینقدر بالا باشه و حتی بر مبنای سنجش افکاری که وجود داره او از همه کاندیداهای جمهوری خواهان بالاتر باشه، این بی سابقه بوده. بنابراین انگیزه این که بخوان او رو مورد حمله قرار بدن و اعتبارش رو در افکار عمومی بشکنن قوی تر بوده. این تردید اینه، یک واقعی بی سابقه بود. در گذشته همونطوری که خانم کلینتون دار توضیح میداد، هر وقت که به نظامیان و یا دیپلمات‌های آمریکا در خارج از کشور حمله میشد، در اینجا هیچ وقت تبدیل به یک موضوع پارتیزان این حزب بر ضد اون حزب نمیشد. می اومدن مطالعه میکردن، بررسی میکردن که ضعف ها چی بوده از نظر امنیتی و چه باید کرد که امنیت رو بالا برد. این بار این هدف حاشیه‌ای شده بود و هدف اصلی این شده بود که بخوان خانم کلینتون رو در افکار عمومی تضعیف بکنن که موفق نشدن. از این جهت بی سابقه بوده، ولی از اینکه این درگیری ها در آمریکا بین دو حزب وجود داشته در این 10 سال زیاد شده. در دوره جنگ سرد محدودتر بود، ولی در گذشته که ما برگردیم مثلا به دوران جنگ داخلی آمریکا که اصلا این کشور اصلا پاشید، جنگی که 5 سال ادامه پیدا کرد و بیش از 700,000 کشته داد، یعنی کشته هایی که آمریکا در جنگ داخلی خودش داد از تمام کشته هایی که در تمام جنگ های این کشور از جنگ انقلابی 234 سال قبل گرفته تا افغانستان بالاتر بود. بنابراین این درگیری ها بی سابقه نبوده، ولی خوشبختانه در جهان دموکراتیک این درگیری ها حداقل در حال حاضر در مرحله اتهامات و پرخاشگری ها و به طور کلی حملات با خشونت کشیده نمیشه. از این جهت یک اختلاف اساسی بین این رقابت ها در کشورهای دموکراتیک و کشورهای استبدادی هست که باید توجهشون میگه دموکراسی به خودی خود انسانها رو بهشون مدنیت نمیده، ولی وجود قانون و محدودیت های قانونی و مسئولیت قانونی این نوع مناظرات و این نوع درگیری ها رو در مرحله محدود میکنه که کار به خشونت کشیده نمیشه. خیلی متشکرم. یکی از جلوه های جالب در تایید فرمایش شما تو این جلسه این بود که بعد از اینکه این به اصطلاح بازجویی ها از خانم کلینتون به پایان رسید، خانم کلینتون با تک تک این 9 نفری که توی پودیوم بودن و نشسته بودن اونجا دست داد با روی خوش و با لبخند، و خود این هم یک پوان دیگری رو اضافه کرد به او. اگه نظرتون باشه در اون بازجوی اولی که در مورد بنغازی از او شد، او عصبانی شد و کنترلش از دست داد، صداشو بلند کرد، روی میز کوبید، ولی همونطور که گفتید واقعا هیچ وقت کار به کتک و کتک کاری و فحاشی و اینا نمیرسه تو این جلسات. چیزی که قانون داره انجام بشه، یه سری به این دلیل که وقتی نیکسون رو میخواستن مورد سوال بازجویی قرار بدن، کار به جای کشید که استعفا داد، یا حتی معاون او استعفا داد. بنابراین حتی رئیس جمهور آمریکا آقای کلینتون کارش به استیضاح در مجلس کشید به دلیل یک انحراف فردی که داشت، ولی خب این استیضاح موفق نشد. از این جهت واقعا قابل تقدیره که همه افراد بدون استثناء در برابر قانون مسئولیت دارن، و اگر انحراف و نفی و نقض قانون اونها اعلام بشه مجبور به استعفا و مؤاخذه خواهند شد. توجه داشته باشیم که این مسائلی که ما در دنیای به اصطلاح دموکراسی می‌بینیم، این خودش ارتباط به اختلافات هم رقابت‌های به طور اجتناب ناپذیر
در افکار عمومی بینش‌های متنوع وجود داره. در آمریکا خیلی نکته‌ای که باید به ما بهش توجه بکنیم و ایرانی‌ها شاید به اندازه کافی از تاریخش اطلاع نداشته باشن اینه که من فکر می‌کنم که حدود 80 تا 85 درصد از مردم آمریکا کوچکترین تأثیری برای رأی دادن از این نوع درگیری‌ها نمی‌گیرن. یعنی بین 40 تا 45 درصد مردم به دموکرات‌ها رأی میدن، 40 تا 45 درصد مردم هم به جمهوری خواهان رأی میدن. دعوا بر سر بین 10 تا 15 درصده و خیلی جالبه که این 10 تا 15 درصد هم در ایالات خاصی متمرکزن، مثل اوهایو، مثل فلوریدا، مثل ویسکانسین. مثلا کالیفرنیا و نواد، کالیفرنیا و ماساچوستس و نیویورک، اینا تردیدی نداره که به کاندید دموکرات رای بدن. آلاباما و میسیسیپی و ساوث کارولینا و نورت کارولینا تردیدی نداره که به کاندید جمهوری خواه رای میدن و قصد الهازا. بنابراین اون بخشی که مورد توجه تمام این مناظرات و این نوع درگیری ها هستن، خودشون یه بخش کوچکی از جامعه آمریکا هستن و نه اینکه این نوع درگیری ها و رقابت ها بتونه افکار عمومی رو از زمین تا آسمون عوض بکنه. اینطور نیست. خیلی متشکرم آقای دکتر. اشاره که کردید به مسئله واترگیت و اون چیزایی که عرض کردم، من اینجا بودم در اون طول اون مدت و هر روز به 3-4 تا تلویزیون اصلی امریکا از صبح تا شب این جلسات رو به صورت زنده پخش میکردن. آیا شما جزء امتیازات چهارگانه ای رو که من شمردم برای خانم کلینتون پیش آمده در طی این مدت، آیا حضور یک شخصیتی مثل بیل کلینتون رو در پشت صحنه برای اون هم به یه امتیاز میشه تعبیر کرد؟ بدون تا در دوره بلکن، یعنی از سال 1992 تا سال 2000، از نظر اقتصادی آمریکا در وضع خیلی خوبی قرار داشت. این از این جهت مهمترین عاملی که میتونه نقش ایفا بکنه برای مقبولیت یک رئیس جمهور و یا ضعف رئیس جمهور در افکار اقتصادی. خیلی جالبه که امروز از جهت اقتصادی میبینیم که اوباما در این 7 سالی که بوده دستاورد و کارنامه بسیار قوی داره و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم کلینتون که به احتمال زیاد کاندیدای جمهور حزب دموکرات خواهد بود، از مواضع اوباما و به طور کلی سیاست‌های اقتصادی اوباما دفاع خواهد کرد. اینه که کلینتون با خودش اولا شخصیتی بود، یکی از افراد واقعا جالب و استثنایی در اینجا بود که اگرچه از نظر فردی انحرافاتی داشت و این انحرافات به ضررش تموم شد، ولی در گفتگو با مردم هم آدم بسیار روشنفکر و مطلعی بود، هم دانش عمیقی راجع به مسائل سیاست داخلی و خارجی داشت و در این حال این توانایی داشت که با زبان و استعاراتی با مردم سخن بگه که او رو درک بکنن. و این در کشورهای دموکراتیک بسیار بسیار مهمه. شما اگر یک روشنفکر بسیار دانشمند رو بگیرین که نتونه با زبان مردم حرف بزنه، او هیچ وقت نمیتونه سیاستمدار موفقی بشه. ولی کسی که دانش عمیق داره و در این حال با زبان مردم هم آشنایی خوب داره، یکی میتونه کلید موفقیت او باشه. و این یکی از به نظر من جنبه های مثبت بیل کلینتون بود، اگرچه از نظر فردی کارنامه ای از خودش باقی گذاشت که واقعا ضعف شخصی و فردی او رو نشون داد. ولی باز هم شاید ما اینجا بگیم که در واقع رشد افکار عمومی در آمریکا در اون حدی هست که یک انحراف فردی و شخصی که ارتباطی به سیاست و اقتصاد نداشته رو، اون رو به حساب شخصیت سیاسی یک فرد نذارن. و امروز هم وقتی سنجش افکار راجع به سیاست مداران گذشته میکنن، بیل کلینتون در سطح بسیار بالایی قرار داده. یعنی حدود 65 درصد از مردم در آمریکا
از دوره ریاست جمهوری او با اظهار رضایت و مثبت یاد میکنند. اگرچه اگر کسی سوالی مطرح بکنه راجع به رفتار خصوصی و فردی او، در اونجا میتونن ایرادات و انتقاداتی بگیرن، ولی غالب مردم این دوتا رو با هم قاطی نمیکنند. دکتر فرنگ، چون وقت اون محدوده، میخوام قبل از اینکه بپردازم به این نامنگاری های آقای خامنه ای و آقای روحانی که حتما مورد نظر شما هم هست، میخوام آخرین سوالمو در مورد مسائل داخلی امریکا ازتون مطرح کنم. یک تشتتی و اختلاف شدیدی بین جمهوری خواهان هست که پال رایان که یک جوان 45-6 ساله هست رو الان میخوان بیارن به عنوان رئیس مجلس نمایندگان معرفی بکنن و او شرایطی رو گذاشته که اگر اون شرایط رعایت بشه حاضر خواهد بود که بیاد، و شرط مهمش اینه که باید همزیستی باشه بین افراد، یعنی با حزب مخالف و بین خود این افراد، که عده‌ای با این نظر در حزب جمهوری خواه بسیار مخالفن. چی فکر میکنید؟ آیا واقعا او کسی هست که بتونه مقام به این مهمی رو احراز بکنه؟ چون فکر کنم اولین بار باشه یک کسی در چنین سن و سالی بخواد این مقام رو به عهده بگیره. اول اینکه در داخل حزب جمهوری خواه به دلیل این نهضت دست راستی که بهش میگن حزب چای، تی پاری در آمریکا درست شده، الان یک بخشی از اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا که در مجلس نمایندگان قرار دارن که تعدادشون حدود 40 نفره، بهش میگن The Freedom Committee، یعنی دست راستی ترین گروه هستن. اینها برای اینکه این یک هدف خاصی که اینها دارن، میگن بعضی از اصولی که در بودجه آمریکا وجود داره، مثلا فکر کن کمک کردن به برخی گروه های اجتماعی که اونها در رابطه با سقط جنین، در رابطه با مبارزه‌ای که زنان برای برابری آزادی میکنن مخالفتی که با اون میخوان، اون بودجه‌ای رو که در لایحه بودجه آمریکا داره حذف بکنن. و این وقتی این کار میخوان بکنن، رئیس جمهور آمریکا میگه اگر این بودجه بیاد رو میز من این رو میتونم وتو بکنم. و وقتی وتو کرد، فقط در صورتی میتونن وتوی او رو از بین ببرن که 2/3 رأی رو در مجلس نمایندگان و در مجلس سنا داشته باشن، و این رو ندارن. دست راستی ها در تقابلی که با اوباما در رابطه با اون مسائل بودجه ای که هست که باش 100% مخالفن، میگن حتی اگر بودجه تصویب نشه، یعنی به قول خودشون closing the government، یعنی توانایی کسانی که برای دولت کار میکنن دیگه حقوق نتونه بگیرن، دولت اجازه پرداخت مخارج رو نداشته باشه. که این کار کردن آقای دکتر در گذشته، یعنی یک بار این کار کردن جمهوری خواه. یکی از موضوع قضیه که اینها با به اصطلاح بودجه‌ای که در آمریکا وجود داره، یک مقداری از این بودجه قرضی است که دولت داره میکنه، اینها با اون قرض مخالفن. حالا این رئیس، کسی که امروز میخواد رئیس مجلس نمایندگان بشه، بخون حرفی که به اینا میزنه، میگه من تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم که دولت رو بخوام از دولت امکانات ادامه دولت رو، پرداخت حقوق و پرداخت تعهدات مالی دولت رو بخوام اینها رو از بین ببرم، برای اینکه یک بار این کار رو کردن و به ضرر حزب جمهوری خواه تموم شد. دو شرطی که در واقع او گذاشته با این گروه دست راستی مربوط به بودجه آمریکاست، که برای اینکه این سخنگوی مجلس نمایندگانی که تصمیم میگیره چه لایحه‌ای در دستور کار قرار بگیره، و اونجا وقتی در دستور کار قرار بگیره بدون استثنا همیشه به اندازه کافی جمهوری خواهانی که به اصطلاح میانه روتر هستن و دموکرات ها میتونن رأی بدن که تصویب بشه، ولی او
تحت تاثیره. اگر بخواد تمکین بکنه به گروه های دست راستی، یعنی اصلا اون لایحه رو نباید در مجلس مطرح بکنه. و انقدر این فشار رو روی جان بوینر آوردن که او تصمیم به استعفا گرفت، یعنی یا میبایست با اونا همکاری بکنه و در دولت رو ببنده و یا استعفا بده. او تصمیم گرفت استعفا بده. حالا این کسی که امروز میخواد بیا رئیس بشه میگه که در این دو مورد خاص تحت هیچ عنوانی من حاضر نیستم که جلوی کار و فعالیت دولت رو بگیرم. اگر این رو میپذیرین من مسئولیت رو قبول میکنم. بله، اشارتون بود به بودجه‌ای که برای زنان باردار که بعد از اینکه فرزندانشون دنیا میاد میتونن یه مدتی برن و مراقبت بکنن از فرزندانشون که چند ماهی طول میکشه و حقوق باید بهشون داده بشه در طول این مدت. به طور کل این گروه های دست راستی که با انگیزه های مذهبی و دست راستی با عدالت در رابطه با مسائل زنان مخالفند و به طور کلی کم و بیش نظریاتی دارن که برخی از اونها نظریاتی دارن که زیاد با آخوندهای خودمون فرق نمی کنن. دقیقا. آقای دکتر، این نامه بعد از مدت ها کوه موش زایید و بالاخره آقای خامنه‌ای کتبن به آقای روحانی دستوراتشون رو صادر کردن، به آقای اوباما هم دستور دادن که کتبن تضمین نامه بدن بهشون. چیه داستان؟ این کاری که خامنه‌ای داره میکنه بیشتر مربوط به سیاست داخلی ایران و موقعیت او در ایجاد توازن بین گروه‌های رقیبه، وگرنه دنیای واقعیت اینه که ایران تعهدات کاملا ملموس و مشخصی در رابطه با این تعهد هسته‌ای داده، اونها رو اجرا میکنه و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هم تعهدات مشخصی دادن که هر زمانی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید بکنن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، اینها هم لغو یا الغای تحریم ها رو شروع میکنن. این یک واقعیته. بقیه که حرفایی که ما میشنویم در حال حاضر مربوط به اینه که آقای خامنه ای در ضمن اینکه خودش طراح این ماجرا بوده، همونطور که زعیف و در واقع نمایندگان ایران تو مجلس گفتن ما فقط پیامبر و پیغام خامنه ای رو می بردیم و تمام جزئیات این قرارداد مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی بوده، ولی در این حال خامنه ای نمی خواد که روحانی و ظریف و شرکا در این مورد اعتباری کسب بکنن و در ضمن نمی خواد که گروه های دست راستی فکر بکنن که او جانب اونها رو گرفت. یعنی این رقابت های داخلی که این دوراهی که ایران درش قرار گرفته، و این خیلی جالبه که این دوراهی به هیچ وجه محدود به ایران نیست. شما انقلابات گذشته رو در نظر بگیرین، اول میان میگن که ما میخوایم دنیا رو تغییر بدیم، ما میخوایم قوانین و مقررات حاکم بر دنیا رو عوض بکنیم، قبول نداریم یا به اسم اسلام یا به اسم فاشیسم یا به اسم کمونیسم، فرقی نمیکنه. مدتی میگذره میبینن که ادامه این کار جز هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی هیچی براشون نداره و در درون شروع میکنن این رو مورد سوال قرار دادن و یک رقابت‌های جناحی درشون ایجاد میشه. دقیقا اتفاقی که در اتحاد شوروی، در اتفاقی که چین، در اتفاقی که در کوبا افتاد، در ایران هم میفته و کوچکترین تردیدی من ندارم که دیر یا زود گروه‌ها و عناصری که کم و بیش مواضع روحانی و ظریف رو معرفی میکنن اینها برنده خواهند شد. ولی تا زمانی که شاید خامنه ای زنده است و یا حتی دوره‌ای بعد از اون، هنوز شاید زمانش نرسیده باشه. خامنه ای دو دوزه باسه، از دو طرف دهانش صحبت میکنه و پر از تضاد و تناقض در گفته هاش. این یک طرف. یک نکته دیگری هم که 100% باید ما راجع به خامنه ای مثل همه مستبدین دیگه در نظر داشته باشیم اینه که این افراد وقتی به وسیله گروه ها و عناصری حلقه دورشون هست که فقط خواسته های اونها رو تهدید میکنن و دستگاه های اطلاعاتی و تبلیغاتی رژیم دارن اینها رو به عرش اعلا میرسونن، اینها رو مافوق انسان میدونن، خدا شاه میهن، خدا ولی فقیه میهن، هیچ فرقی این دوتا نمی کن. اینها یا حسنی مبارک یا بن علی
یا قذافی یا صدام حسین یا حافظ اسد، همه اینها به جایی میرسن که ارتباط خودشون رو با واقعیت از دست میدن، یعنی نوعی بیماری روانی در اینها ایجاد میشه که نمیتونن واقعیت رو ببینن. این تردید رهبران توی قدرت، تمرکز قدرت و قدرت مطلق فساد بار میاره. در یک سیستم، در یک رژیم، تمرکز قدرت و مطلق اندیشی در یک فرد هم به طور اجتناب ناپذیر فساد بار میاره، چه در خانواده باشه، چه در محله باشه و چه در سطح دولت باشه. یعنی که خامنه ای بیمار خود بزرگبینی، خودشیفتگی شده، دقیقا همون بیماری که خمینی داشت، شاه داشت، حسنی مبارک داشت و غیر ذالک. بنابراین هم این بیماری خودبزرگبینی و خودشیفتگی خامنه ای رو به عنوان یک عنصری که در رأس قدرت و کلمات و عباراتی که براش به کار میبرن واقعا با هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره، در اون به عرش اعلا میرسن، مافوق انسان میدونن، به قول خودشون جایز الخطا میدونن. این یکی اونه. یکی هم این که به عنوان یک بازیگری که در برابر رقابت جناحایی قرار گرفته که از نظر سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک با هم دارن رقابت میکنن، ولی اون نکته مهمی که باید من در اینجا اضافه بهش بکنم اینه که هیچ یک از این جناحا با منافع ملی ایران همساز نیستن. چه روحانی، چه ظریف، چه خامنه‌ای، چه رفسنجانی، تمام اینها رو در نظر بگیریم، اینها رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران در مد نظر اینها نیست. یعنی قانون اساسی ایران که اومده مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، قانون اساسی ایران که یک فرد رو ولی خداوند روی زمین میدونه و همه تصمیمات اساسی در مرحله نهایی باید به وسیله او تایید بشه، این سیستم فطرتاً و ماهیتاً فاسده و ظریف و رفسنجانی و خاتمی و خامنه‌ای و تمام اینا متعهدشون به این سیستم که از بیخوبان فاسده، از بیخوبان با اخلاق و معنویت و انسانیت بیگانه است، اینا توی اون چارچوبه. بنابراین وقتی صحبت از رقابت در درون رژیم بکنیم، داریم رقابت قدرت و رقابت اقتصادی بین جناح‌های درون رژیم بکنیم و این ارتباطی با منافع ملی ایران نداره. متشکرم جناب دکتر منصور فرهنگ. آقای دکتر، در مورد نکاتی که اشاره کردید، آیا واقعا این همه انرژی، پول و وقتی رو که بازی‌های این و بازیگران صحنه سیاست ایران اجرا می کنند، وقتی که حرف آخر رو آقای خامنه‌ای باید بزنه و خب از اولم معلوم بوده که در تمام جریان همین برجام بوده، این چیست؟ یعنی واقعا این نمایش برای چه گروهیه؟ چه نتیجه ای داره؟ جز این که همونطور که عرض کردم میلیون ها دلار پول خرج میشه، یه عده آدمایی که مطلقاً در اموری که راجبی صحبت میکنن اطلاعی ندارن، آخوندی که نمیدونه نمیدونم اتم چیه، نمیدونه برجام چیه، میاد و آنچنان داده سخن میده که انگار دانشمند علوم هسته‌ای هست. این بازی، این نمایش برای چه کسانیه؟ ببینید، این نمایش میتونیم اسمش رو بخوایم نمایش در چارچوب این که چه ارتباطی سخنان یک نماز جمعه، سخنان آقای جنتی یا خامنه‌ای یا رفسنجانی یا غیرزاله چه ارتباطی با واقعیت‌های جامعه ایران داره. شما اسمتون میتونین بگین نمایش، ولی اینها به نظر من بازیگران بسیار زیرک و روباه صفتن و دقیقا میدونن دارن چی کار میکنن. یعنی اینطور نیست که از روی جهل دارن عمل میکنن. اگر بخوایم رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران رو در نظر بگیریم، اینها مستبدینی هستن که از مشروعیت اجتماعی و مشروعیت حقوقی به هیچ وجه برخوردار نیستن و با زور حکومت میکنن. ولی این حکومت زور،
این حکومت استبداد، این حکومت شکنجه از منطق خاص خودش برخورداره. و اون منطق چیه؟ منطق اینه که اینا نیاز به دشمن دارند. یعنی یک رژیم استبدادی نیاز به دشمن همیشه در کمین داره و نیاز به ایجاد ترس در جامعه داره، و خصوصا ترس بین اون گروه هایی که اینها تونستن به هر حال تشکیلات و سازمانی براشون درست بکنن و در جامعه ایران چون از ایدئولوژی مذهب استفاده میکنن. این رو ما فراموش نکنیم که هنوز از بخشی از جامعه ایران 15% 20% ما نمیدونیم، ولی یه بخش قابل توجهی از جامعه ایران به نظر من اقلیتی است، هنوز با این رژیم از جهت ایدئولوژیک یک احساس خویشاوندی داره. یعنی هنوز وقتی محرم میشه امام حسین هست و امام حسن و غیر زالک اینا میاد، یعنی اینا هنوز میتونن روی احساسات و اعتقادات مذهبی و فرهنگی مردم تأثیر بذارن. در اون چارچوبه که اینا میان از مذهب استفاده میکنن به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و ابزاری برای انسجام، این سیستم نیاز به دشمن داره. دشمن. بنابراین خامنه ای از یک طرف میخواد که مسئله هسته ای ایران حل بشه. چرا؟ برای اینکه رژیم در ضمن اینکه دشمن میخواد، در ضمن اینکه از ایدئولوژی مذهب و امام زمانی استفاده میکنه، ولی بعد دیگر رژیم اینه که در این دنیا و روی این زمین زندگی میکنن، بنابراین در اینجا اقتصاد وجود داره، پول میخوان که اسلحه بخرن، پول میخوان که 24 میلیون انسانی رو که اینها تونستن تشکیلاتی دورشون درست بکنن در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، حقوق بدن، آب بدن، برنج بدن، گوشت بدن و غیر زاله. بنابراین اقتصاد بهش توجه میکنن. خامنه‌ای میاد برای بهبود وضع اقتصادی این مذاکره با گروه 5+1 رو میپذیره، عهدنامه رو میپذیره و از اروپاییان دعوت میکنن بیان ایران که بیان میخوان جذب بکنن اینها رو برای سرمایه گذاری در داخل کشور و عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای اروپایی. این از یه طرف رو میخوان، از یه طرف دیگه این رژیم سیستم استبدادی از روباه صفتی از تزویر استفاده میکنه و میاد با بزرگ کردن دشمن، یکی آمریکاست و یکی اسرائیل، که میاد ایجاد ترس و زمینه بسیج مردم رو در اونجا داشته باشه. سرکوب و در این 37 سال گذشته همه جنایاتی که این رژیم علیه دگراندیشان کشور کرده به نام مبارزه با امپریالیسم و دشمن بوده، همه اتهاماتی رو که به انسانهای مدافع حقوق بشر در ایران زدن به بهانه خارجی، بنابراین هر دو رو میخوان. از یه طرف این تجارت ماکیاولیستی رو با دولت میخوان، چون در ایران ما بخش خصوصی که قدرت قابل توجهی در روابط خارجی ایران از نظر تجاری اقتصادی داشته باشه وجود نداره. دولت، همه اینا دست دولت بخش خصوصی هست ولی بسیار حاشیه‌ای است. و دقیقا این بخش که اون چیزی که تضاد به نظر میرسه، یک روی خوش نشون دادن، روح اقلایی نشون دادن به جهان غرب و خصوصا اروپا و ژاپن و چین و روسیه و کره و غیر زالک برای بهبود روابط تجاری خارجی از یک طرف، و سیستم استبدادی محتاج به دشمن از یک طرف دیگه. این تضادها و تناقضات می‌بینید، ولی در چارچوب فکر و اندیشه و رفتار رژیم یک منطقی وجود داره که این منطق ارتباط به ادامه سیستم استبدادی کنونی است. اون لحظه ای که ما می‌خوایم رفتار و کردار این سیستم رو در چارچوب منافع ملی ایران، حقوق مردم ایران بسنجیم، در اونجا پر از تضاد و تناقض و دروغگویی و افسانه سازی است. ولی اونها مسائل مورد توجه خامنه‌ای و رفسنجانی و روحانی و ظریف و غیر زالک نیستن. اونها در صدد اینن که در درون این رژیم توازن قدرت ها بین جناح ها چجوری ایجاد بشه که هم اقتصاد بتونه تغییراتی بکنه از جهت منافع اونها، و همین که دشمن همیشه در کمین در اونجا بمونه که ایجاد ترس و امکان بسیج پایه اجتماعی مردم از بین نره. بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر منصور فرهنگ. سوالات زیادی رو دارم که متاسفانه فرصت نیست.
امیدوارم در آینده نزدیک مجددا بتونم میزبان شما باشم در این برنامه. از بینندگان گرامی که با ما بودن تشکر میکنم، از آقای سپهر عزیز کارگردان فنی تشکر میکنم و تا هفته آینده که با برنامه دیگری از سری برنامه های گلگشت در خدمتون خواهم بود، برای همتون، همه شما هموطنان عزیز، بهترین ها را آرزو میکنم. روز و روزگار به شما خوش و خداحافظی میکنم با آقای دکتر منصور فرهنگ.